من برداشتم این است که سال آینده مهمترین بحرانی که در اقتصاد ایران داریم بحران کسری بودجه دولت هست و به عبارتی بحران تورم هست. عده دیگری از کارشناسان چون ببینید اگر واقعا بحران تورمی باشد ما باید سیاست‌های ضد تورمی در پیش بگیریم، یعنی کسری بودجه رو از محل اوراق تامین کنیم. اما برخی از کارشناسان هستند که ادعا میکنن که بحران سال آینده اتفاقا عکس این هست، یعنی بحران بدهی است و باید نسبت بدهی در اقتصاد کاهش پیدا کنه. من واقعا برای من متاسفم که این خبر رو خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنم. واقعیت این است که در طی 2 سال گذشته ما همراه با تحریم ها همسوی با تحریم ها عمل کردیم و نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی رو کاهش دادیم. یعنی زمانی که ما باید هزینه میکردیم در جهت ایجاد اشتغال و ایجاد زیرساخت ها، نه فقط این کار را انجام ندادیم بلکه نسبت بدهی در واقع بدهی داخلی به تولید ناخالص ملی اسمی رو متاسفانه کاهش دادیم، در حالی که این نسبت در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان به مراتب بالاتر است، به طوری که در کشور ژاپن به عنوان مثال نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی یه چیزی بین 25 تا 28% است. بنابراین باز هم بنده تأکید میکنم بحران اقتصاد ایران در میان مدت بحران تورم هست، نه بحران بدهی و نه بحران های دیگر. اما باید به یک مسئله دیگر بنده در واقع اشاره کنم و اون این هست که متاسفانه از ابتدای دهه 90 تا امروز ما بحران رشد اقتصادی هم داشتیم که کماکان باقی است، بحران اشتغال داشتیم که کماکان باقی است. اما از امسال متاسفانه نرخ تشکیل سرمایه کمتر از نرخ استهلاک شده است. اگر نرخ تشکیل سرمایه کمتر از نرخ استهلاک بشه یعنی یعنی ما در واقع زیرساخت‌های جدیدی نمی‌سازیم دیگه در کشور و این یعنی متاسفانه اگر این شرایط ادامه پیدا کنه نه فقط ما ممکنه که از نظر تورمی به سمت ونزوئلا هر روز نزدیکتر بشیم، بلکه از نظر رشد اقتصادی و از نظر سرمایه‌گذاری هم متاسفانه داریم جای پای اتحاد جماهیر شوروی سابق میگذاریم و در این دو مورد باید کار بشه. نکته آخر این که سیاست های رکود زدا یا رونق زا در اقتصاد سیاست های ضد تورمی هم هستن، اینا در تعارض با هم دیگه قرار نمیگیرن، چون تورم وقتی رخ میده که میزان رشد پول از رشد تولید فزونی پیدا کنند. پس سیاست ضد تورمی یکی این هست که رشد پول رو شما کاهش بدید، یکی دیگر این هست که رشد تولید رو افزایش بدید. اتفاقا به باور بنده ما علارغم تحریم میتونیم نرخ رشدهای بالا داشته باشیم به شرطی که فضای کسب و کار رو فراهم کنیم. چگونه ممکنه فضای کسب و کار رو ما فراهم کنیم؟ باید قید و بندها رو از پای شرکت‌ها، مخصوصا شرکت‌های جدید و استارتاپ‌ها و فعالیت‌های بخش جوان برداریم. متاسفانه عکس این قضیه فعلا صورت گرفته، یعنی ما با تورم مقرراتی مواجه هستیم.